با درود به شما عزیزان و هنرمندان هنر آواز، بحث ما در ارتباط با شناخت شعر در آواز و تلفیقش با موسیقی و شعر نو هست. خب، یکی از مهمترین مسائلی که خواننده بایستی در واقع به خصوص خواننده ایرانی بایستی خوب از عهدش بر بیاد، دانستن ادبیات، دانستن خوب و اطلاعات بالای ادبیات و اطلاعات از شعر و ابعاد مختلف شعری هست. ببینید، یه خواننده خوب خواننده‌ایه که اطلاعات شعریش، اطلاعات ادبیاتیش بالاتر و فراتر از کسی دیگه باشه. خواننده خوب خواننده‌ایه که با شعر زندگی کنه و شعر دامنه شعریش گسترده باشه، شعر حفظ باشه و مهمتر از همه معنی شعر رو خوب بدونه. خواننده خوب خواننده‌ایه که بتونه معنی شعر رو خوب برسونه به شنونده. خوانندگان، هیچ وقت نباید فراموش کنید که خوانندگان وامدار شعرا هستن، یعنی بایستی ادای دین بکنن به شاعر، به شعری که میخونن. خواننده‌ای که یک شعر رو خوب نتونه بخونه، چه از لحاظ ادای شعری و چه از لحاظ معنای شعری، این خواننده جفا کرده، هم به شاعر جفا کرده، هم به خودش، هم به شنوندگان. بنابراین بایستی خوانندگان ما با شعرا زندگی کنند، با شعر بزرگ بشن، با شعر لحظاتشون رو بگذرونن. مهمتر از همه عشق و علاقه داشته باشن به شعر، حالا چه شعر کلاسیک چه شعر نو. بحث شعر کلاسیک و نو هم مربوط به در واقع وزن شعری هست. مهمترین چیزی که در شعر نو هست اینه که وزنش یه وزن آزادتری هست نسبت به شعر کلاسیک. شعر کلاسیک وزن در واقع عروض داره، اما شعر نو اومده اون وزنها رو شکسته و آزادتر اجرا کرده اون وزن رو در شعرش. ببینید، ما در بحث تلفیق شعر و آواز یه بحثی داریم که این وزن و ضرب های هر گوشه رو خواننده بایستی خوب بدونه، یعنی بر اساس اطلاعات موسیقاییش و ردیفیش بایستی وزن گوشه ها رو که در آواز و در دستگاه فرا گرفته خوب بدونه. این وزن چه فرمی داره و چه شکلی داره و چی رو میخواد منتقل کن. در برابر اون از علم عروض بایستی آگاهی داشته باشه برای استفاده در بخصوص شعر کلاسیک. علم عروض تا حدی که میتونه بایستی بدونه، حالا قالب‌های شعری مختلف از جمله غزل، چهارپاره، دوبیتی، قصیده
که حالا کمتر استفاده میشه البته، مثنوی این چند خالب شعری رو به خصوص بیشتر از همه در واقع غزل استفاده میشه، نه خوب باست بدونه. زمانی که گوشه ها رو وزنهاش رو بلد باشه و وزن شعر رو هم آگاهی داشته باشه و ببینه، وقت میتونه درست و خوب ادا بکنه اون شعر رو در اون گوشه و با توجه به سلیقه که داره شعر انتخاب کنه برای گوشه های مختلف در هر دستگاه و ساختن یک آواز. بحث مربوط به شعر و شناخت شعری برای خواننده یه بحثیه که در واقع با مطالعه و با به مرور زمان به دست میاد. ببینید، مهمترین وظیفه خواننده رساندن پیام و هدف و مفهوم اون شاعر هست به شنونده. اگر ما اطلاعات شعرمون ناقص و پایین باشه، اطلاعاتی از هجاها، سیلابها، معانی کلمات، دایره لغت پایین داشته باشیم، معانی کلماتمون کم باشه، کم بدونیم و فراتر از اینها آگاهی از شرح حال و تاریخ زندگی شعرا و در واقع روحیه و در واقع حال و هوای هر شاعر و اینکه ما ندونیم که یه شاعری که داریم شعرش رو میخونیم چه سرگذشتی داشته و چه هدفی رو در زندگی دنبال میکرده و در واقع به معنای خلاصه بخوایم بگیم، بایستی شعر رو ما فراتر از معنیش بتونیم خوب تفسیر کنیم. یعنی یه خواننده خوب باید شعر رو خوب بتونه تفسیر کنه پیش خودش تا بعد بتونه آواز اونو خوب بتونه بخونه. تنها با دانستن معنی یه غزل نمیتوان خوب اون غزل رو اجرا کرد، به طوری که به نیوشایی شنونده درآد، به طوری که شنونده باهاش پرواز کنه، زندگی کنه. بعد از اجرای اون خواننده احساس کنه که واقعا اون شاعر خودش اینجا بوده و این معنی رو بهش منتقل کرده. اینا چیزی فراتر از دانستن تک تک لغات برای یک شعر، یک غزل یا هر چیز قالب دیگه هست. بنابراین زمانی ما میتونیم یک شعر رو به تفسیرش برسیم که اطلاعاتمون در مورد شاعر، سرگذشتش، افکارش، روحیاتش و هدفی که به دنبال میکرده در زندگی داشته باشیم. خب، ما برای این که بتونیم شعر رو خوب تفسیر کنیم از در واقع یک سری اصطلاحات شعری که استفاده میشه در شعرها، اون اصطلاحات رو باید بلد باشیم. اون اصطلاحات رو میتونیم از دایره در واقع فرهنگ لغات، فرهنگ اصطلاحات که نوشته شده و معتبر هست، به خصوص برای اشعار عرفانی ما، اشعار حافظ، سعدی، مولوی، خیام و یا سایر
عرفا و شعرا، عطار. این فرهنگ اصطلاحات، فرهنگ اصطلاحات عرفانی ما کمک میکنه که بتونیم معانی اون اصطلاحات رو بلد باشیم و وقتی در شعر استفاده شده بتونیم خوب تفسیر کنیم. اون چه که مهمتر از هر چیزی برای خواننده هست، به خصوص خواننده ایرانی، دانستن همینه، دانستن شعر و بالا بودن اطلاعات شعریش، که یک غزل رو بدون در واقع از ابتدا تا انتهای غزل چه اتفاقی افتاده، چه هدفی خواننده دنبال میکرده، به خصوص در غزل، به خصوص در غزل که از ابتدا تا انتهاش یک هدف داره خواننده، یک معنی رو میخواد منتقل بکنه. فرق میکنه با مثنوی که هر بیتش یه هدف و یه معنی داره، یعنی خیلی متصل به هم و وابسته به هم معانیش نیست در مثنوی. پس بنابراین ما بایستی شعر رو خوب بشناسیم، چه از لحاظ عروض، چه از لحاظ قافیه، چه از لحاظ در واقع هجابندی ها که در عروض استفاده میشه دیگه. ما وقتی عروض رو بدونیم، این هجاها، سیلاب ها، سیلاب های کوتاه، سیلاب های بلند، سیلاب های کشیده، اینا رو متوجهش میشیم و به قافیه در واقع شناخت پیدا کرد، وزن رو خوب میشناسیم در اونجا. بنابراین وقتی که این اطلاعات شعرمون بالا باشه و اطلاعات موسیقایی و ردیفیمون هم کامل و کافی باشه، این دو با هم دیگه جمع میشن و یک اجرای خوب، یک کار ماندگار از خواننده به جا میذاره. همچنان که البته تکنیک های صدا و صداسازی رو هم خوب کار کرده باشه خواننده، یک کار خوب و قابل در واقع توجهی میتونه ارائه کنه. بحث در واقع تلفیق شعر و موسیقی یه بحثیه که ما باعث بهش دقت کنیم، که مهمترین در واقع بخش توی این بحث، بحث تلفیق شعر و موسیقی، اینی که ما با توجه به اطلاعات تئوری و ردیفی که از دستگاه های موسیقی ایرانی داریم، شناخت پیام، مفهوم، رسالت و هدفی که هر گوشه و هر دستگاه دنبال میکنه، با توجه به این که موسیقی تابع زمان و مکان هست، هر دستگاه حال هواش متفاوت هست، هر گوشه‌ای پیام خاصی داره، با اطلاعاتی که یعنی زمینه داشته باشیم و از اون طرف اطلاعات شعریمون که قوی باشه، اون وقت میتونیم تلفیق کنیم شعر رو با موسیقی، که یه شعر خوب رو با یه موسیقی خوب ارائه کنیم. و کاری که لازم هست با شنونده بتونه انجام بده این اتفاق. حالا بحث این که خوانندگان در واقع این اطلاعات شعری و موسیقیاییشون کجا بیشتر محک زده میشه و به چشم میاد، تو بحث بداهه خوانی هست. بداهه خوانی و مناسب خوانی اونجاست که خوانندگان اطلاعاتشون دیده میشه، اطلاعات شعریشون، اطلاعات موسیقاییشون اونجاست که در واقع محک زده میشه و به دردشون میخوره خیلی بیشتر از اینکه بخوان تو استودیو بخونن، یا اینکه بخوان در واقع
زمان کوچیک بخونم. زمان بداهه خواننده بایستی در واقع شعر رو حفظ باشه و معنی شعر رو خوب دیگه بدونه، تفسیر شعر رو خوب بدونه و اینکه در اون لحظه خاص بدونی که این شعر رو در چه دستگاهی استفاده کنه و ارائه کنه. مناسب خوانی باز با اطلاعات شعری و موسیقی قوی نیاز هست که با توجه به اون زمان و مکانی که هست بتونه شعر خوب انتخاب کنه و در دستگاه در واقع لازم قرارش بده و ارائهش کنه. پس بنابراین ما وقتی که اطلاعات ادبیمون قوی باشه شعر خوب بدونیم و حافظه شعریمون هم قوی باشه و اطلاعات موسیقاییمون هم به حد مطلوب برسونیم و قوی کنیم، اون وقتی که میتونیم در بداهه خوانی هم موفق باشیم، در مناسب خوانی هم موفق باشیم، در استودیو هم موفق باشیم، در کنسرت هم موفق باشیم. و حتی اگر یه خط بخونیم در واقع اثرگذار باشه. یه بحثی که در این بحث تطبیق شعر موسیقی من خاطرم افتاد که خیلی خیلی مهمه و این در واقع اطلاعات شعری خواننده بایستی به دنبالش بره، بحثیه که ما آکسان گذاری همون و تکیه همون کجا باشه در شعر. این خیلی مهمه. یکی از مسائلی که شعر رو معنی و مفهومش رو عوض میکنه همین تکیه هاست. اگه ما تکیه رو آکسان رو جای درست به جای مورد مطلوب شاعر نذاریم در آوازمون و در موسیقیمون، این اصلا معنی شعر عوض میشه. مثال میزنم، مثلا خیلی در شعر در ادبیات ما خیلی خیلی این دیده میشه و خیلی کاربرد داره تکیه در ابیات. مثلا حالا چیزی که معنا خاطرم هست اینه که شعر ابرو به ما متاب که ما دلشگسته ایم، این مصرع. حالا ما اینو اگر که آکسانشو عوض کنیم بذاریم اینجا میشه ابرو به ما متاب که ما دل شکسته، آکسانشو من گذاشتم رو دل، در صورتی که باید رو شکسته این باشه، ابرو به ما متاب که ما دل شکسته این. خب این معنیش اصلا عوض شد. ابرو به ما متاب که ما دل شکسته این معنیش یعنی ما در واقع دلمون شکسته. حالا اگه ما بگیم ابرو به ما متاب که ما دل شکسته ایم، یعنی یه ظلمی هم به یکی کردیم، خود ما دل یکی رو شکندیم، در صورتی که ما مفعولیم، ما دل شکسته ایم. پس بنابراین در یه مثال در واقع مختصر این معنی آکسان قابل رویته. حالا اگر خاطرم بیاد باید مثال دیگه میزنم، اما خیلی در اشعار ما استفاده شده، در شعر کلاسیک شعر استفاده کردن. بحث شعر نو در واقع مربوط به همون وزن هست و اوزان عروضی ما در شعر نو که ما در واقع مبدعش نیمایش بود، اومد اوزان رو شکست، اوزان مفاعیلون، مثلا مفاعیلون فعولون فعلاتون مفاعیلون که یه قالبندی خاصی داشت و یه وزن خاصی رو ایجاب میکرد، اینو شکست، آزاد
شد شاعر برای ارائه شعری در وزن آزاد. یعنی دیگه در واقع یه ریتم خاص و توی چارچوب زمان بندی شده دیگه نداره تو شعر ما. تو شعر نو وزن آزاد دست خود شاعر، اما چیزی که مطرحه شعر نو باید وزن داشته باشه، اما وزنش آزاده، خیلی قابل در واقع خیلی رویت نمیشه، خیلی قابل مشاهده نیست، اما وزن باید داشته باشه شعر نو. چیزی که خواننده در شعر نو باید بدونه، علاوه بر همون اطلاعات شعریش و دایره لغاتش، دایره لغات ادبیش و دانستن مفاهیم و در واقع تفسیر شعری، اینی که شعر نو خوندنش تنها فرقی که داره با شعر کلاسیک، که ما باید در شعر نو همطور که وزنش آزادتره و همطور آزادتر هم بخونیم. یعنی ما اگر که میایم میگیم ابرو به ما متاب که ما دل شکسته ایم، یا دام دام را دام را دام را دام دام را دام دام، یه وزنیه که ما به شعر دادیم که بر اساس اون اوزان عروضی شکل گرفته. اما وقتی میایم شعر نو بخوایم بخونیم، دیگه این وزن با این ریتم دیده نمیشه، انگار که ریتم بازتر شده. مثلا میام میگیم که من امشب آمدستم وام بگذارم حسابت را، حسابت را کنار جام بگذارم. چه میگویی چه میگویی چه میگویی که بیگه شد سهر شد بامداد آمد، چه میگویی که بیگه شد سهر شد بامداد آمد. این همونطور که شما دیدین دیگه من مثل غزل نخوندم، خیلی ریتمش بازتر خوندم و در واقع اون قالب خودم محدود به اون قالب غزل نکردم، خیلی عادی، خیلی معمولی و اما دارای وزن و دارای ریتم، اما خیلی بازتر. در واقع تفاوتی که خواندن شعر نو و شعر آواز، شعر کلاسیک هست همینه، که همچنان که وزن شعر نو شگسته میشه و بازتر هست دست شاعر برای در واقع وزن گذاری، دست خواننده هم برای اجراش که همون در واقع وزن خواننده باید انجام بده و بخونه، دست خواننده هم باز میشه. بنابراین خواننده خودش رو از لحاظ وزنی همسو میکنه و با شاعر که با همون وزن بره جلو. خانم آتش گرفته است، آتشی جانسوز، دام ردام دام دام ردام دام دام ردام دام دام. این دیگه مثل غزل نیست که ما خیلی فعلاتون 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 مثلا فعلات خیلی
مقطع مقطع در واقع فشرده اون وزن رو اجرا کنیم. مثلا بگیم که سهرم دولت بیدار به بالین آمد، رادادام دام رادادام دام رادادام دام دام دام. این دیگه نیست، چرا؟ وزنش بازتر و آزادتر میشه. این در بود در واقع بحث تلفیق شعر و موسیقی و شعر کلاسیک، شعر نو. اون چی که به نظر من آمد و قبل کاربردی هست و بایستی میخواننده بدونه همین ها بود. چیز خاصی نداره بحث در واقع شعر و موسیقی، تنها بایستی خواننده اطلاعات شعریش بالا باشه و اطلاعات موسیقاییش که بتونه این دوتا رو با هم دیگه هماهنگ کنه و در کنار هم قرار بده که یک دستپخت خوبی ازش به وجود بیاد. اگر که اطلاعات شعری خواننده کم باشه یا برعکس اطلاعات موسیقیش کم باشه، مثل غذای نمونی که خیلی شور باشه یا خیلی بی‌نمک باشه. امیدواریم که استفاده لازم کرده باشید و همتون در تمریناتی که مربوط به مباحثی که ارائه شد موفق و پیروز باشید. سرفراز باشید.